بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ اومدیم ساماندهی کنیم یه دونه کندوی ژل رویالمونو برای تولید. چون که ویدیو خیلی طولانی میشه، حتما باید ویدیوی قبلی رو دیده باشین که چجوری وسایلش رو تهیه کنین، چه وسایلی میخواد. آپایم کامل توضیح داده، خیلی توضیح تکمیلی داره. حتما اون ویدیوی وسایل تولید ژل رویال رو ببینید، بعدا بیاین این ویدیو رو تماشا کنین که بتونین همه چیزو تهیه کنین، بعدا بیایم شروع کنیم. بچه ها توی طبق، یه طبق میخوایم که تو اون ویدیو گفته شده، یه طبق میخوایم. توی طبق اول شیرخوری میگیره، قاب اول شفیر و عسله، قاب دوم لارو مسن شفیر است، قاب سوم لارو جوانه، یه فضای خالی که پیوندمون قرار میگیره، بعدش لارو جوان، بعد عسل. یعنی میشه حدوداً 5 تا قاب، یه فاصله‌ای که بینشه بین دو تا لارو جوان یه فاصله است. دوباره میگم بچه ها، به خاطری که خیلی تاکید میکنم، اولی شیرخوری، دومی شفیر و عسل، سومی سومی یعنی قاب دوم ها، به غیر سومی قاب لارو مسن، چهارمی قاب لارو جوان، فضای خالی، پنجمی لارو جوان و آخرین قابم لارو عسل. پس یادتون نره، این دو بار گفتم که بدونید 5 تا قاب بالا قرار میگیره با شیرخوری و با پیوند میشه بودن 5 تا وسیله بالا، 6-7 تا وسیله بالا قرار میگیره، چون خیلی زیاده. برای همون قشنگ اینو با دقت تماشا کن بچه ها. برای این کار باید یه کندوی انتخاب کنین درست درمون ها، یعنی یه کندوی نباشه که زورش نرسه، باید یه کندوی زوردار، یعنی اینکه جمعیت داشته باشه درست درمون. ما میخواییم رو این کندو امتحان کنیم. نگاه کنین جمعیتو، نگاه کنین جمعیتو. وقتی میگم که جمعیت یعنی این، نه این یه کندوی که 8 گروه نوعش انتخاب کنین، یه کندوی درست حسابی. قاب پایین بچه ها، قاب پایین، تخمای روزی که توی قاب ها هستش باید پایین قرار بگیره، حدود 3-4 تا قاب تخم پایین، بقیه قاب ها بالا. فشرده قاب اضافه پایین نذارین ها، بعد از یه مدت میتونین کم کم پایین برگمون بدین. خب بریم ببینیم چه خبره. اینو برداریم، اول اینا رو بزن، یه دود بزنیم برم پایین. اوه جور، چرا امروز اینجوری؟ برو بریم پایین، بریم پایین، بریم پایین، بریم پایین. خب ببینیم چه خبره. انتخاب قاب های مهمترین گزینه است بچه ها. شما دیگه ویدئوی لارو ها، شاخون ها، شفیرا یه ویدئوی کامل گذاشتیم برای اون، دیگه نمیایم نشونش بدیم تو این ویدئو. کامل اون ویدئو رو بریم ببینین، بالای این همین صفحه میذاریم، بریم ببینینش تو بشناسین لارو و شفیرا چی هستش. بریم انتخاب کنیم ببینیم چه خبره. ملکه بچه‌ها باید پایین تو تنه باشه، بالا نباشه، حواستون باشه. ملکه نباید بالا باشه و نباید بیاد بالا اصلا. بریم ببینیم این چیه. کم کم اگه قابایی که می‌خواستیم و پایین پیدا نکردیم، باید از یک کندوی دیگه برداریم ها. بچه‌ها حواستون باشه اینایی که میگم. خب این تخم روز داره. همین که تخم روز داره یعنی اینکه این قاب نمیتونه بالا قرار بگیره، چون تخم روز داره. تخم روز یعنی باید پایین تو کندو باشه. خب بریم ببینیم بعدی ها چه خبره. این کندویی که میبینین بچه کارنیکاست. ما ببینیم اصلا کارنیکا این همه ادعا میکنه خبری هست یا نه. این چیه؟ خب این قاب شفیره و عسله، یه قاب پیدا کردیم، ملکه نباشه روش، میگردیم ملکه نباشه. اولین قاب اونو پیدا کردیم، شفیره و عسله، توش هم تخم روز نیست. نیست. شما برای اطمینان هم شده بعد از این که قابا رو چی کردیم، ساماندهی کردیم، 3 روز بعد بذار این اولین قابمون که انتخاب کردیم شفیره عسل بدون تخم روز، شفیره عسل بدون تخم روز، ملکه هم که توش نیست، هرچی میگردم نیست، هرچی میگردیم نیست. خب اولین قاب شفیره عسل،
ببینیم دومین قاب چه خبر. اگه پیدا نکردیم اون قابای مرتضی، باید بریم از کندوهای دیگه برداریم. خب ایشالا که لارف تو این باشه. تخم روزه و به کار ما نمیاد تخم روز، ولی خب ملکش رو میگردیم پیدا کنیم. ملکه تو این هم نیست. سنکه. خب بریم بعدی ببینیم یه لارو جوان یا یه لارو مسن با شفیله میتونیم پیدا کنیم. خب این شفیره است با عسل، به دردمون دیگه نمیخوره. آها این لارو مسن داره روش. قاب بعدیمون هم پیدا، چقدر خوب داره بچه ها براتون پیش میاد. همه نیان لارو مسن داره. وقتی میگم لارو مسن یعنی دیگه شما باید بشناسین دیگه، رفته باشین تو اینترنت تو ویدئوهای ما گشته باشین پیدا کرده باشین بشناسین دیگه لارو مسن چیه، لارو جوان چیه. چون که ما یه ویدئو درست کردیم براش کامل توضیح دادیم، کامل توضیح. این لارو مسنش، قاب بعدیش لارو مسن. این دو قاب شور شد، سه قاب دیگه بیشتر نمونده، باید بگردیم پیدا کنیم. این قاب دوم بریم ببینیم این چه خبره. آبادی خب این شفیره است، به درد ما نمیخوره دیگه. شفیره است، شفیره یه ذره قارب لارو جوان هم داره. شفیره است و لارو جوان داره. الان ما لارو جوان احتیاجه، اینو میذاریم توی بمونه تا بعدی ها نیا کنیم، یه دونه بهترش انتخاب کنیم. ببینیم این چه خبره، نشد میریم یک اندوی دیگه. ای بابا یه ذره وحشی شدم. ای بابا بی بیرون دیگه. خب این تخم روز داره، من ملکه هم اینجاست. خب خدا رو شکر ملکه رو پیدا کردیم. وقتی ملکه رو پیدا میکنیم یعنی ملکه پایینه، نه ملکش مثلا کارنیکاس بچه گرفتیم ازش زرد در اومده. ملکه ای که ادعا، یه فروشنده پر ادعا که ما ملکه هامون از بریدر خارجی و نمیدونم از لاین این فلانی و اینا میگیری توش اینجوره. شفیره یه نگاه کنم لارو جوان داره نداره. خب اینا همش دیگه، این دیگه به درد ما نمیخوره، باید بریم از یک کندوی دیگه انتخاب کنیم. ستای اول انتخاب کردیم مگه؟ ستای اول میام میکنم، باید کم کم بریم برای کندو. این همش رو نداره فکر میکنم. ببینم تو چی داری؟ اینا توش لارو جوان نیست، فهم اصلا نداره، این اصلا نداره. آره یه قاب اصلا باشه با شفیره خوبه برای آخرین قاب اگه پیدا کنیم. فقط جمعیتو نشد میریم یک اندوی دیگه. این ببینیم چی. خب اینم از لارو جوان. بابا این از لارو جوان. لارو جوان دیگه باید بشناسین دیگه بچه ها. لاروایی که زیر 24 ساعتن، همه زنبورای پرستار روی ایناست. یعنی بیشترین زنبور پرستار روی این لاروا تشکیل میشه. خب اینم از سه تا اولین قابش. یه لارو جوان دیگه میخوایم. یه لارو جوان دیگه میخوایم با یه دونه قاب عسل. تمام
یه لارو جوان از یکی دیگه الان پیدا میکنم. خدا کنه این داشته باشه. عسله؟ آره یه قاب عسل هم میخواد. ببینیم میذار اینا وحشی شدن. ادعای کارنیکا بودن چیکار میکنه با آدم؟ فقط ادعاست. به خدا. نه اینم تخم روز داره به دردمون نمیخوره. تخم روز داره به دردمون نمیخوره. من میگم اینا رو بیم از یه طرف و هم بچسبونیم. خیلی همیه اینا رو وسط میذارن. من یه دونه منو زد. اینا رو وسط میذارن. الان یه قاب عسل میخوایم که ندارش. یه دارو خلوتترش میگم. یه قابش رو کمک میکنم به یه دونه. این پنجتا پایین بستشه. یه قابش الان کمک میکنم به یه ضعیف. از اون یه دونه لارو شفیره بردارم. اینو میتکنم. این قابو یه کاش بالا میتکنیم حالا پایین تکنیم اشکال نه. اینو کمک میکنم به یه دونه از اونایی که میخوام قابه. اونم میتکنم بالا به یکی دیگه میدیمش قابه. پنجتا پایین کافیه برای جمعیت زیاد. خب اینم میذارم روش. این ستای اولش رو درست کردیم. بعدش میبینیم اینا رو هم میتکنیم. خب بریم از یک کندوی دیگه یه لار به جوان برداریم. یه قاب عسل فکر کنم اینجا بالا داره. یه دونه این دیروز برداشته بودی لار به جوان مگه توش نبود؟ آره این دیروز توش بود جوان توش بود. خب این عسل که برای آخریه بود. خب این عسل این قاب عسل بچه ها. این قاب عسل بالا میذاریم. باید یه لارو جوان بغلش بدیم که پنجتا رو ازم بچینیم. این شفیره هیچ. این رو نگاه کنی چه این شکلی شدی؟ این تخم روز اینم شفیره جوان. اینم شفیره ملکه روشه. من زیاد دیگه باش بر نمیرم. بریم یک کندوی دیگه سب کنیم. یه دونه این ستا قابم ببینم شفیره میتونم پیدا کنم. لار ببخشید میگوتم شفیره. نیمان پایم این دورش کامل شفیره جوانه. لار به جوان شفیره جوان اینقدر که گرمه. من قاطی کردم همش لار به جوانه. همینو میتونیم بذاریم براش. لار به جوان و شفیر است. بشه نمیتونیم نشون بدیم. باید بریم ویدیوشو ببینیم. ویدیو شفیر اینم از این. خب این فضای خالی بینشون این فضای بین خالی بینشونو غابه پیوندمونو میذاریم که عطر و بوشو بگیره. بچه ها جا نمیشه شرا؟ آها جا شد. نمیذاریم غاب عطر. پس بچه ها متوجه شدین چی شد دیگه؟ من دوباره نگم.
شفیر عسل، لارو مسن، لارو جوان، پیوند، لارو جوان، عسل. اینم بتکونم تو این، بدمش به بقیه بچه. خب اینم بذارم برای فقره دیگه. من نگاه کنم برای یه ویدیو چه دارم زحماتی میکشم. دو تا نیش خوردم. خب اینم میذاریم برای این چیزایی که برداشت. اینم از این درش میبم. این درش فکر نکنم این بود. درش نکنم. بچه ها این یه سر جمعیتی روش داره روی طبقش. اینا رو هم همه رو باید بتکنیم تو همون کندو. جمعیت هایی که روی اینه بتکنیم که هیچی نمونه. بچه این کندوه رو باید شما کامل تغذیهش کنید. یعنی اینکه حدود دو سه روز تغذیه کامل، شکر تا خرتناب تا کامل پر کنین بخورن، تمام کربوهیدرات بدنشون کامل بشه که بتونن ژرویال تولید کنن. یادتون نره. این هم از ویدیوی ساماندهی. خیلی مخلصیم. ایشالله که استفاده کنین، ایشالله که استفاده کنین، لذتشو ببرین. خیلی دوستتون دارم. یه ذره ویدیو طولانی شد ولی مجبوریم دیگه. بعد از اونم میریم ویدیوی پیوندشو بگیریم. خیلی دوستتون دارم. دو سه روز تغذیهش کنین تا کامل کربوهیدرات بدنش کامل بشه. خیلی مخلصیم. یا علیه.